دکتر آرش هنرور شجاعی، دین‌پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر آلمان پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای دکتر هنرور، سلام و عرض ادب. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان گرامی. آقای دکتر، با توجه به چالش‌های آموزشی و فرهنگی مدارس گولن و نقش آنها در تربیت نسل‌های مختلف، آیا فکر می‌کنید این مدارس می‌توانند به عنوان یک راه حل برای توسعه فرهنگی و اجتماعی در ترکیه عمل کنند یا تهدیدی برای حکومت فعلی به شمار می‌آیند؟ بفرمایید. اول اینکه با توجه به مخالفت‌هایی که با شخص فتح‌الله گولن توسط دولت ترکیه انجام شد و مصادره همه اموال و بستن همه نهادهای مربوطه و مدارس و خوابگاه ها، و با توجه به اینکه فتح الله گولن 7 روز پیش به رحمت خدا رفت، شاید دیگه تهدید چندانی برای دولت ترکیه نباشه. اما نقشی که مدارس گولن نه فقط در ترکیه بلکه بر ترک ها در همه عالم داشته، به خاطر دیدگاه متفاوته. ببینید، یه نکته به عنوان مقدمه اینه که فتح الله گولن جانشین بدیع‌الزمان نورسی، رهبر طریقت نورجو در ترکیه است در اصل، و بسیاری، یعنی تقریبا میشه گفت همه ترک ها عضو یک طریقه هم هستن. حالا مثلا بیشتری ها نقشبندی، یعنی هم طریقه های مختلفی که هست. اولا که ایشون خب وارث سنتی تمام پیروان طریقت نورجو بود. بعد اینکه خب ایشون با تاسیس این مدارس، خوابگاه ها، نهادهای مالی، شرکت ها، گروه ها، شرکت های خواهر، شرکت های مادر و چیز گسترده‌ای که در همه سطح جهانی به وجود آورد، اصلا درباره ایشون خانم ایباف یک کتاب نوشته، مانه کتاب نظریه بسیج منابع بر اساس به اصطلاح کارهای گولن. یعنی از نظر جامعه شناختی و از نظر اقتصادی هم گولن نحوه کارش خیلی عجیب بود. اما از نظر اسلامی ببینید، دیدگاه گولن برعکس دیدگاه دولت عدالت و توسعه، یعنی دولت آقای اردوغان که با از بالا میخواد کار ایدئولوژیک انجام بده و با جباریت و آمریت، دیدگاه گولن همیشه یک دیدگاهی بوده که فرد خودش رو اصلاح کنه، فرد خودش رو تهذیب کنه تا رو به بالا، خود به خود دولت و به اصطلاح نهادهای بالاتر اصلاح بشه. خب این یه مقدارش هم مبتنی بر تفسیر خاصیه که گولن از جهاد داره، که جهاد اصغر رو به معنای هر راهی برای رساندن انسان‌ها به خدا میدونه و حتی هجرت پیامبر رو جزء جهاد میدونه و مثلا خیلی از هجرت‌های به خارج مخالفین رو چون جزء جهاد اونها میدونست. و با این دیدگاه‌های گولن کماکان عده بسیاری در ترکیه همدلن. اما خب من خودم در ترکیه زندگی کردم، کسی آوردن اسمش رو حتی جرأت نمی‌کنه با توجه به جوی که بعد از کودتا به وجود اومد. ولی نقش روش گولن به عنوان یک اسلام ترکی صوفیانه و نرم و مطابق با ارزش‌های لیبرال و پلورال و سکولار که بیشتر بر اخلاق مداری و معنویت متکی است، این آثارش کماکان در ترکیه باقی است و باقی خواهد بود. بله، ممنونم. با تشکر از دکتر آرش هنرور شجاعی، دین‌پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر آلمان که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.